سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. حجت هستم. امروز میخوام در مورد این صحبت بکنیم که دومین زبان پرکاربرد توی آمریکا چی هستش و اصلا به غیر از انگلیسی چه زبانهای دیگه ای رو مردم صحبت میکنن. آمار نشون میده که بیش از 60 میلیون آمریکایی توی آمریکا توی خونه هاشون به زبونی غیر از انگلیسی صحبت میکنن و حالا اونا توی جامعه که هستن به هر حال مجبور هستن انگلیسی صحبت کنن، اما بیشتر از 60 میلیون، واقعا آمار کمی نیست، به زبونهای دیگه صحبت میکنن داخل خونشون. حالا بخواید داخل ایران نگاه بکنیم، مثلا ما حالا غیر از اون در واقع زبان قومیت هایی که داریم، سعی میکنن حالا زبان عربی رو پوش کنن به عنوان زبان دوم و زبان انگلیسی هم خب توی رده بعدی شاید قرار بگیره، ولی خب در اصل اینه که زبان انگلیسی هم تو ایران حالا زبان دومه. حالا از زمان رضا شاه بخوای در نظر بگیری، یک کمی هم زبان فرانسوی مثلا اون زمان می‌خواستن در واقع داخل ایران رواج پیدا کنه. اما توی آمریکا زبان‌هایی که خیلی خیلی پرکاربرده زبان اسپانیایی هستش و زبان فرانسه. اینا حتی توی داخل دبیرستان، چون تو داخل دبیرستان مثل ما که انگلیسی و عربی رو اجباری میخونیم، اینا آپشن دارن. یعنی تو میخوای مثلا انگلیسی به غیر از انگلیسی که حالا خودت داری صحبت میکنی کتابا رو میخونی، اسپانیایی میخوای برداری یا مثلا فرانسوی. یعنی به صورت کاملا اختیاری میتونن از بین این زبانها انتخاب بکنن و یکی از این در واقع زبانها رو یاد بگیرن داخل دبیرستانشون. اما اون چیزی که واقعا داخل جامعه دیده میشه اینه که مثلا زبان اسپانیایی خیلی پرکاربرده. مثلا ما الان زنگ میزنیم به یک اداره یا مثلا یه شرکتی یه جایی یا فرم میخوایم پر بکنیم، مثلا یه طرف فرم انگلیسی، طرف دیگه فرم اسپانیایی. باز وقتی زنگ میزنی بلافاصله بعد از این که مثلا میگه مکالمه شما داره ضبط میشه اینا، یه چیزی هم به اسپانیایی میگه، میگه اگه میخوای ادامه مکالمه بر اساس زبان اسپانیایی باشه فلان دکمه رو مثلا فشار بده. و خب این توی جامعه خیلی خیلی گسترده هستش و برخلاف این که شاید مثلا خیلیمون فکر کنیم که حالا چینی و هندی و مثلا زبان‌های آسیای مرکزی اینجا خیلی رواج داره، ولی اینجوری نیست. با وجود این که میگم خیلی از جمعیتی که داخل آمریکا هست بخششون چینی هستن، هندی هستن و آسیای میانه، اما اینا تو رده‌های بعدی قرار میگیرن. حتی اینجوریه که چند سال گذشته زبان عربی هم به جز میگم زبان‌های تاپ شناخته شده و خیلی از مردمی که حالا اینجا زندگی میکنن سعی میکنن زبان عربی رو هم یاد بگیرن در بخش‌هایی. اما به صورت کلی بخواید نگاه بکنین، بعد از زبان انگلیسی زبان اسپانیایی و در واقع زبان فرانسوی هستش که اینجا مردم صحبت میکنن. حالا مثلا توی کانادا هم اینجوری هست که من تا اینجا شو که میدونم برخی از ایالت‌هاش زبان اولش مثلا زبان فرانسویه، ولی اینجا یکمی حالتش برعکس، اول اسپانیاییه و بعد فرانسوی. یه توضیح بود راجع به این که زبانهای غیر از انگلیسی که توی آمریکا صحبت میشه کدوم ها هستن و کدوم هاشون هستن که درصد بیشتری از جامعه رو در واقع پوشش میدن. امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه. من اون کانال سابسکرایب میکنین، لایک کامنت یادتون نره و وقتتون بخیر.